سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام از عصبانیت شدید درویش از نامه پرسپولیسیا بگم و از احتمال بازگشت احمد نور و بشار رسن به پرسپولیس صحبت کنم. همچنین به صحبت‌های جواد خیابانی درباره شرایط پرسپولیس بپردازم. اگه دوست داشتید این پست رو لایک کنید و همراه من باشید. عصبانیت شدید درویش از نامه پرسپولیسیا. شب گذشته بازیکنهای پرسپولیس توی یه نامه دست جمعی خطاب به هوادارهای این تیم با لحنی تند علیه مدیرای این باشگاه به خصوص رضا درویش موضع‌گیری کردن. تو این نامه بازیکنهای پرسپولیس اقدامات و عملکرد درویش رو زیر سوال بردن و به نوعی خواستار پایان کارش تو پرسپولیس شدن. این نوشته با این نوع ادبیات باعث عصبانیت رضا درویش شد و درویش انتظار داشت حداقل این موارد با ادبیات بهتر بیان بشه. با این حال باشگاه پرسپولیس هنوز واکنشی نسبت به این موضوع نداشته و باید ببینیم طی روزهای آینده چه اتفاقی میفته. البته یه سری خبرها هم شنیده میشه که علی پروین به دنبال اینه که مدیریت رو با کادر فنی آشتی بده تا حاشیه‌های اطراف پرسپولیس کمتر بشه. اما چند روزیه که شایعات بازگشت احمد نور و بشار رسن به پرسپولیس شنیده میشه. بشار رسن زمان سرمربیگری یحیی بود که تصمیم به ترک این باشگاه و رفتن به تیم القطر گرفت و با قراردادی 3 ساله به این تیم پیوست. اما در حال حاضر به گفته مدیر برنامه ایرانیش نه یحیی گل محمدی خواستار بازگشت این بازیکن شده و نه خود بشار صحبتی با مدیر برنامه‌اش برای بازگشت داشته. ضمن اینکه بشار هنوز با باشگاه القطر قرارداد داره و اصلا شرایط بازگشتش به پرسپولیس مهیا نیست. این شرایط تقریبا برای احمد نور هم صدق میکنه. احمد این فصل راهی الوحده امارات شد و از شرایطش تو این باشگاه راضیه. هافبک سابق پرسپولیس تو آخرین فصل حضورش تو پرسپولیس با یحیی توی یه مقطع مشکل هم خورد و چندان مشتاق بازگشت نیست. ضمن اینکه احمد تو تابستون یه قرارداد 2 ساله با الوحده بست و برای جدایی باید دو طرف به توافق برسن. در نتیجه نه بشار نه احمد تو زمستون پیش رو قرار نیست به پرسپولیس برگردن و اخبار منتشر شده درباره بازگشت اونا شایعی بیش نیست. اما جواد خیابانی تو آخرین صحبتاش درباره شرایط پرسپولیس گفت: اول اینکه به نظر من پرسپولیس توانایی بردن النصر تو ریاض رو داره. النصر بازیکنهای بزرگی مثل رونالدو و مانه داره، اما پرسپولیس هم تیم کوچیکی نیست و بازیکنهای فوق‌العاده‌ای داره. خیابانی همچنین درباره مشکلات پرسپولیس گفت: آقای درویش و گل محمدی میدونن که مسیری که دارن میرن اشتباه است. به خاطر هوادارا هم که شده این نامه‌نگاری‌ها رو تموم کنید. نباید مسائل داخلی باشگاه تو رسانه ها مطرح بشه و باعث به حاشیه رفتن تیم بشه. پرسپولیس الان تو آسیا بازی های حساسی رو داره و باید این مسائل درون خود خانواده باشگاه حل بشه. در نهایت مرسی که با ما همراه بودید. اگه دوست داشتید این پست رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید.